تورا سیبادان موشه مراشای لد یعقوب سیمان 423 خوندن تورا در روز روشودش. هر روزی که در اون تفیلای موساف وجود داره قدیشه تیت قبل رو بعد از حلل میگن که این دیگه خاتمه تفیلای شهریت محسوب میشه. در روز روشودش سفر تورا بیرون میارن و چهار براخا یه تورا براخا میگن، نه کمتر و نه بیشتر، که از تو که میدید در روز رو شدش مثل روزای دو شب پنج شب باد امکان اضافه کردن به براخای تورا نیست و روز رو شدش هفتارا هم نداره و جایی که امکان پذیره خوبه که انسان سعی بکنه که در روز رو شدش براخای تورا بگه و اگه رو شدش دو روزه است براخا گفتن روز دوم روشودش که در واقع اول ما هم شمرده میشه با ارزشتر از روز اول روشودشه و باز میسواز که سعی بکنه که براخا بگه روز روشودش براخای چهارم رو، به شرطی که این باعث جنگ و دعوا اختلاف نشه. اگه امکان پذیر توانشو داره میتونه براخا رو بخره ارجه، اما به خاطر این باعث اختلاف نظر نشه، چرا که اصل تورا به خاطر شالوم هست. درخواه در خیلی نوان بخونه زبوده های شالوم. خوبه که قبل از بیرون آوردن سفر تورا در روز روشودش متن بریخشمه رو بخونن به جای متن یه ایراسونایی که در بعضی از سیدورا چاپ شده، که اون بریخشمه با عرضشتر و سعیتر هست. معذاره در جایی که رأس داشتن از قبل یه ایراسون میخوندن و حالا نمیخوان رسمشون رو عوض کنن، باقی بمونن طبق رسم خودشون و فقط وقتی که همه جماعت موافقت کردن بریشون بخونن. تا مادام که موافقت نیست میشه طبق رسم خودشون برن که باعث اختلاف نظر نشه. روال کلین هست که در مواردی که خلاف تورات نقدوشا نیست، خلاف دستور اخامیم نیست، حالا ممکنه رسمای مختلف باشه، هر کدوم جایگاه خاص خودشو داره، تو این چنین مواردی انسان به شما نباید سختگیری بیش از اندازه بکنه، باعث اختلاف نظر بشه، معلوقت بشه و سینت فینا. اصلا از که اون اهوا عشق و محبت دوستی رفاقت بین افراد جامعه به درستی باقی بمونه. حالا روز رو شدش ابتدا کوهن براخا میگه و سه تا پاسخ اول اون پارشای صبر رو میخونه، ویدبر، صبر و آمرتا. بعدش لوی هست که بر میگرده یه پاس و قربتر، چون که روال کلیه هر موقعی که ما رو سفر تورا میخواییم براخا بگیم خواننده سفر تورا از آن باید دقت بکنه که مثلا سه پاسو کمتر از سه پاسو مونده به انتهای پاراگراف خاتمه نده. مبادا اینگونه تصور بشه که آره مثلا براخای بعدی فقط رو دو تا پاسخ میگه، یا یعنی اینکه اگر پاراگراف جدید رو شروع کرده بخوندن کمتر از سه پاسخ نخونه، که کسی که تازه وارد کلیسا میشه تصور براش پیش نیاد که مثلا برای این نفری که الان براخا گفت فقط دو تا پاسخ خونده بودن. اینجا هم چون پاراگرافش پاراگراف صعب به حالتی است که امکان پذیر نیست که ما سه پاسخ برای کوهن بخونیم، سه پاسخ بعدی برای لوی، بعد برای اسرائیل، اینه که یه پاسخ برمیگردیم عقب و لوی از پاسخ به آمرتا میخونه که سه تا پاسخ به درستی جبران بشه و همینطور پاسخهای تکه به سایه خواهد و اسیل تایفا و براخای سوم اسرائیل براخا میره و میخونه اونجا اولتامید تا اوراشو چخه، که سه تا پاسخ انتهایی اون پاراگرافی میخونه و دو تا پاسخ اویوم شبات هم هست و حالا اونجا خود تورا پاسخ بندی کرده میخونه و براخای چهارم قسمت اوراش و چخم رو تا انتهای پاراگراف انتهای اون پارشا میخونه. حتی موقعی که لوی در کنیسا حضور نداره باز روال خوندن رو سفر تورا به همین شکل هست و نباید تغییر داد که بگیم خب الان همین کوهن این سه تا پاسخ خونده بوده دوباره امی کوهن برگرده پاسخو آمرتا تکراری بخونه.
دقیقاً وقتی هم که حالا لوی عضو نداره و کوهن هم کوهنی که برخا اولو گفته برخا دوم هم میگه، این همون قسمتی که برای لوی خونده میشد برای اون خونده میشد و همینطور اصل مطابق علاقه که کوهن به جای لوی برخا میگه و اون متنی که برای لوی قرار بود خونده بشه برای کوهن خونده میشه. بعد از قرائت سفر تورا قدیش لیلا گفته میشه توی یروشلایم راست دارن که طبق نظر هاریزال همین که قدیش لیلا رو گفتن تورا برخا شد، فورا سفر تورا رو برمیگردونن به آرون قدس و بعدش عشره اوالسیون میخونن. روز روشدش هم هست چون آنا ویدوی خونده نمیشه لمنس هم میدوشم یعنی خوابی سارا و تفیلال داوید هم خونده نمیشه و به دنبالش بیت یعقوب سرود اون روز رو میخونن و بعد آره قدیش لیلا و شروع تفیلال موسا و هستن که در اسامیس رسمی که معمول ما اینجا داریم که بعد از که سفر تورا برخا شد و قدیش لیلا هم گفته شد، حالا عشره والسیون بیت یعقوب میزمار اون روز رو میخونیم، حالا اینجا یه هللوخا میخونیم و سفر تورا رو برمیگردونیم به سر جاش. قدیش لیلا گفته میشه، تفیلینا رو باز میکنن و حالا شوره لعشه مصاف. روشدش تیوت همزمان با ایام انوکاس، چرا که ما از 25 کسلف ایام انوکا رو شروع کردیم، اولا 5 روز از ماه کسلف هست، حالا 3 روز باقی مونده تو ایام ماه تیوت میشه، خود به خود روشدش تیوت هم مصادف با ایام انوکاس. اگر روشدش تیوت در ایام هفته واقع شده از یک شبا تا جمعه، دو برخا سفر تورا بیرون میارن، یکی به خاطر روشدش، یکی به خاطر هنوکا که قسمت قرات کسف بارشای نسیم رو میخونیم. سفر تورای اول قسمت روشدش خونده میشه چرا که یه اصل و قانون کلی داریم، وقتی که دو تا میسوا مقابل ما قرار میگیره تادیر به شنو تادیر قدم، یه میسواییست که مکرر هست، همیشگی هست، دفعات بیشتری باید سر کار داره، و یه میسواییست که کمتر اون که همیشگی تر هست حق تقدم داره. و همین خاطر بین روشدش که هر ماه ما یک روز یا دو روز باید سر کار داریم، توی یه سال تقریبا 18 روز ایام روشدش داریم، در حالی که هنوکا 8 روز بیشتر نیست. بس روشدش نسبت به هنوکا تادیرتر هست، همیشگیتر هست، و همین خاطر خوندن سفر تورای روشدش مقدمه به خوندن سفر تورای هنوکا. روی سفر تورای روشدش سه برخا برخا میگن دیگه، اینجا حالا چون سه برخا بیشتر نیست جا داریم کوهن که برخا گفت سه تا پاسخون، از اون بعد حالا پاسخایی که برای لوی بود و اسرائیل رو برای لوی میخونیم و قسمت چهارم رو که روشدش معمولی بود برای اسرائیل برخای سوم، و برخای چهارم موکول میشه به سفر تورای دوم که اتناسه با روز ایام هنوکاش روز پنجم ششم اون پارشای نسیم خونده میشه. بعد که این شکلی دو برخای سفر تورا داریم و چهار تا برخای روشدش عملا تقسیم شد رو دو تا سفر تورا، کوهن لوی اسرائیل که رو سفر تورا اول برخا گفتن شلیشی قدیش نمیگه اینجا و قدیش موکول میشه رو همون سفر تورای دوم که کسی که برخای لوی گفت قدیش هم میگه. اگر اشتباه کردن تو کنیسایی و به جایی که کوهن بیا رو سفر تورای روشدش برخا بگه رو سفر تورای نسیم غلط کسه برخا گفت دیگه، حالا که برخا گفته قطع نمی کنن. همون قسمت نسیم رو برای جناب کوهن میخونن و بعد لوی میاد به جای کوهن اون قسمت اول روشدش، برخای سوم به جای لوی و همینطور برخای چهارم که سجاش به ترتیب خونده میشه. خاتمه میدن در موضوع روشدش. بریم لخشه بیره برکت تورا و همینطور حالا بعد از که برخای تورا گفتن سفر تورا باز کردید قسمت هنوکاست، اگر اومد و دوباره پیچون بحث به تورا روشدش شروع کرد به دیعوه دیگه بر نمیگرده که دوباره برخا بگه و همونو میخونه و میره
جلو. البته خب مسلمه که آدم باید دقت کنه همیشه، چه فقط که خودش سفر تورا میخونه، چه اگر نه فقط براخا میگه هزان برای سفر تورا میخونه، حتما قبل از اینکه براخا بگه اون پاسوق ابتدایی قسمتی که قراره براش خونده بشه رو از سفر تورا ببینه، بدونه رو کدوم قسمت میخواد براخا بگه و بعد به ازاشن با کوانا براخا گفته بشه.